درود به شما براندازهای عزیز. وزیر ارشاد از معین دعوت کرده تا به ایران برگرده و مثل بقیه خواننده ها مجوز برگزاری کنسرت بگیره. محمد علی ابتهی معاون پارلمانی محمد خاتمی توصیه جالبی در این مورد به معین کرده. یه رفیقی داشتیم میگفت تو روستای ما یه آقای بود معروف بود به آقای موتورساز، میگفت من موتور تعمیر میکنم، همه نوع تعمیر و اینا. یه روزی یکی موتور یکی از این روستایی ها خراب شد، بردش پیشش و این آچارینا رو برداشت و همه پیچ مهره موتور رو باز کرد و گذاشت زمین و گفت تا اینجاش من بلد بودم. حالا این آقای معین یه وقتی بلند نشه بیاد ایران، این آقای وزیر ارشاد تا همونجاش بلده ها، بقیهش به اون ربطی نداره. اینم عکسیه که گویا از لحظه جمع کردن تندیس قاسم سلیمانی از ورزشگاه نقش جهان و هدایتش به انبار منتشر شده. در واقع هم بازی رو باختن، هم 200,000 دلار جریمه دادن، هم آبروشون رفت، هم آخرش مجسمه رو انداختن آشغالی. نتیجه ای که از این موضوع میگیریم اینه که تنها زبونی که سر خامنه ای میشه زبون زوره. امروز یه ویدیو از مکالمه عجیب زرقامی وزیر میراث فرهنگی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده که نکات خیلی مهمی داره. زرقامی به سلاجقه میگه ما انقلاب کردیم که گرازها رو آدم کنیم، وحشی‌ها رو اهلی کنیم. سلاجقه هم در جوابش میگه نه، ما انقلاب کردیم که آدما گراز نشن. انقلاب کردیم که گرازا رو آدم کنیم دیگه، وحشی‌ها رو میخوام اهلی کنیم، نه اینکه اهلی‌ها رو وحشی کنیم. انقلاب کردیم که آدما گراز دست به سرشون بکشیم، دست به سر ما گرازا رو آدم میکنیم، دست به سرشون بکشیم، آدما گراز نشن. وای که ولش کن، مشکل نداره. حالا به نظرتون بعد از انقلاب آدما گراز شدن یا نه؟ اما بعد از انفجارهای کرمان دیگه ارزشی ها حاضر نیستن فقط به خاطر یه ساندیس در تجمعات حکومتی حاضر بشن. حسابی ترسیدن که یه وقت به جای ساندیس بهشون شربت شهادت ندن. نیت محل برگزاری انتخابات توضیح بدید. شاید حالا نگران های مردم داشته باشن روزهایی که حالا ما حملات تروریستی رو داریم، در خصوص این تامین امنیت هم صحبت بکنیم ممنون میشم. چه تعمیداتی اندیشیده؟ اشاره کردم در اون محل و در محل برگزاری مراسم امنیت خوبی پیش بینی شده بود. همه کارهایی رو که دستگاه اطلاعاتی و انتظامی و امنیتی میتونستن انجام بدن انجام داده بودن. به همین دلیل هم تروریست ها نتوانستن به اون محل برگزاری مراسم ورود پیدا کنن و در واقع به ترتیبی در خیابان و در محل عبور و مرور عمومی در انتخابات رو عرض انجام داد. انتخابات رو عرض کردم اصلا. در انتخابات که ما ستاد امنیت انتخابات داریم که مرتبا موضوع رو با حضور همه دستگاه ها بررسی میکنن و همه موضوعات مورد کنترل و مراقبت هست و انشالله ما در امنیت انتخابات مشکل نخواهیم داشت. اما شروین حاجی پور امروز با یه متن اعتراضی ترانه جدیدش رو منتشر کرد. ترانه ای با اسم آشغال که این بار درباره ایران نیست، این بار درباره خودشه. خودش که یک سال داره شدیدترین فشارهای ممکن رو تحمل میکنه. شروین با کنایه به خامنه ای و دیدی که مردم ایران داره، اسم خودش رو توی این ترانه گذاشته آشغال. آشغالی که قول داده تحت هیچ شرایطی ایران رو ترک نکنه، بمونه و حتی اگر شده به تنهایی ایران رو دوباره بسازه. شروین نوشته نمیدانم این چندمین باری است که برای به دادگاه احضار میشم. نمیدونم این ترس و بلا تکلیفی تا کی ادامه داره. فقط میدونم که وقتی برای رو مینوشتم برام مهم نبود که هوای آلوده گریبان کدوم ریه ها رو میگیره، یا فقر در جیب هواداران کدوم جناح سیاسی میشینه، یا انقراض پیروز چپ رو به سوگ میشونه یا راست ها رو. اما میدونستم که قربانی تمام تندروی های جناحی ما مردم عادی هستیم و میدونستم که اعتراض لازمه تکامله. تا مشکل را نشان ندهیم حل کردنش هم میسر نیست. میدونستم که ما مردم عادی هم حق داریم تا دلمون برای وطن بسوزه و فکر آبادیش باشیم. حالا اما احساس میکنم که شاید اشتباه میکردم. شاید خاک رو هم انحصاری کردن. شاید وطن برای ما مردم عادی نیست و آدمی بدون وطنش هیچ نیست الا زباله‌ای دورانداختنی. آشغال منتشر شد. اما بعد از اینکه آمریکا و انگلیس پایگاه‌های نظامی یمن رو شخ زدن، یمنی‌ها انتظار داشتن تا سپاه با موشک‌های نقطه زنش به کمکش بیاد. ولی تنها چیزی که از جمهوری اسلامی نصیب شد یه همچین چیزی بود. البته پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، جدای اون پایگاه‌های نظامی آمریکا در آفریقا
و شدت حملات بیشتر به کشتی‌هایی که علیه رژیم صهیونیستی دارن پشتیبانی علیه مردم غزه در پشتیبانی رژیم صهیونیستی دارن اقدام می‌کنن. بندر ایلات که همیشه مورد هدف یمنی‌ها بوده، مجدد این بار شاید سنگین‌تر زیر باران موشک‌ها و پهپادهای یمنی‌ها قرار بگیره. جدای اون، یمنی‌ها اکثر کشتی‌های رژیم صهیونیستی رو در این مناطق با پهپاد مورد اصابت قرار دادن. یک ناو آمریکایی از کلاس اولیبر که سامانه‌های متعدد پدافند ماهواره‌ای هم حتی داره، اون هم اینجا چند روز پیش مورد هدف قرار گرفت و آسیب دید. یمنی‌ها فعلا اعلام نکردن که به چه صورت می‌خوان مستقیما پاسخشون رو به آمریکایی‌ها بدن، اما این برآوردی که از میدان میشه کرد چند نقطه، من جمله پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه‌های آمریکا در حتی میانه اقیانوس هند و آفریقا زیر باران موشک‌های یمنی‌ها میتونه قرار بگیره. از طرف دیگه یمنی‌ها با تجربه‌ای که در جنگ 7 ساله‌ای که علیه اونا توسط ائتلاف منطقه‌ای رخ داد داشتن، اکثر تجهیزات نظامی خودشون رو در اصول اختفا دارن به سر می‌برن و پخش کردن در سطح کشور که کمترین آسیب رو در صورت یک چنین تهاجم‌های دو کشور آمریکا و انگلیس بهش وارد بده. مهرزاد زارعی پدر یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی با انتشار یک ویدیو تردیدها رو درباره حامد اسماعیلیون افزایش داد. مدتی شده که اسماعیلیون از طرف عده‌ای از ایرانی‌ها متهم به همدستی با سپاه شده و حالا مهرزاد زارعی از تلاش اسماعیلیون برای قرار نگرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی گفته. سپاه باید در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره و پرونده جنایی باید اینجا در کانادا باز بشه. نامه‌ای رو درست کردم، نوشتم آقای وزیر خارجه، جنایتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده جنایت غیر بخشودنیه. 176 تا انسان بیگناه رو به قتل رسونده، 55 تاش کانادایی بوده، 30 تاش اقامت دائم اینجا رو داشته و همه‌شون با همدیگه رو که نگاه بکنین نزدیک 135 نفرشون مسافرایی بودن که می اومدن این کانادا. ما از شما خواهش داریم برای دادخواهی، برای به هر حال نشون بدین که داریم برای دادخواهی مبارزه میکنید، خواسته های ما رو برآورده کنید، سپاه رو در لیست قرار بدید و پرونده جنایی باز بکنید. 4 تا از این خانواده امضا کردن. اینو من تا الان جایی نگفتم ولی اینجا بذار اینجا عرض کنم خدمت شما. 176 نفر در این پرواز بودن، 4 نفر اینو امضا کردن. من، شاهین مقدم، محمود زیبایی و بهروز رحیمی، 4 نفر آقایون رو بردم دادم بهشون، گفتم آقا اینو امضا کنید، بایستی سپاه در لیست گروهای تروریستی قرار بگیره. گفتن ما کار سیاسی نمی‌کنیم، ما به دنبال سیاسی کردن انجمن نیستیم، ما برای دادخواهی می‌جنگیم. گفتم آقا دادخواهی ما اصلا زمانی که صحبت از دادخواهی و مبارزه با جمهوری اسلامی انجام میدی یعنی داری کار سیاسی انجام میدی. مگه میشه تو بگی میخوام دادخواهی بکنم کار سیاسی انجام نمیدم؟ شما یه جای کارت داره میلنگه. 20 خورده نفر از خانواده ها اونجا بودن، از تمام آقایون بودن، از رؤسای انجمن و دیگر کسان، همه کس اونجا بودن ها. هیچ کدوم از اینا امضا نکردم، بردم دادم به آقای حامد، گفتم حامد جان میشه لطفا اینو امضا کنید و میخوام اینو بدم به آقای شمپین. نه الان من وقت ندارم. گفتم این چی نوشته؟ گفتم این نوشته سپاه در لیست گروهای تروریستی انجام بگیره و پرونده جنایی باید باز بشه. نه من الان وقت ندارم، باید بخونم. گفتم چون این حامد جان این 4 تا کلمه است، نگاه کن تمامش هم خیلی به واضح نوشته شده. نه من اینو امضا نمی کنم.